بینندین امروز که از اینکه با ما همراه هم کلام هستین جهان سپاس تشکر میکنم از دکتر صاحب شفیع الله هم که معلومات خوب سیهی را تقدیم ما و شما ساختن با امید از اینکه شما هم توجه کنین تا ساعتتان خدای کرده مختل نشه اما در این بخش از برنامه مهمان نهایت محترم و عزیز رسید با ما هست و پیرامون و مشکلات و چالش های فراره خانم هایی که در پروسه انتخابات خود ثبت نام کردن کاندید کردن و همچنین خانم هایی که قرار است رای بدن افراد دیگر و وارد پروسه انتخابات شوند صحبت های خود داشتیم ای این مشکلات چالش های چگونه هست گونه باید مرفوع شود نهادهای مسئول چقدر باید خانوم ها را کمک کنه در برنامه امروز با بررسی میگیریم خانم لطفا سلطانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش حمایت و انکشاف خانم ها با ما همراه هم کلام هستن که ما حضور شدن در برنامه خوش آمد خانم سلطانی خوش آمدید به برنامه نیمه روز خرسند نیست مزید در برنامه با ما همراه هستین و پیرامون یک موضوع خیلی مهم که یک موضوع داغ در شب روز هم هست انتخابات صحبت های دارین میرونی خانم سلطانی تشکر بعد از ظهر شما بخیر و سلام میجا خدمت بینندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم لطفا شما سپاسگزار شما هستین از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین گرچه راجع به انتخابات و امنیت انتخابات و این موارد در برنامه های مختلف بحث های مرتبط و زیادی داشتیم اما با آن هم بیاین در رابطه با ارزش انتخابات در یک جامعه مانند افغانستان و ما انتخابات پارلمانی صحبت هایی داشته باشیم پس از آن نقش و جایگاه خانم هایی که چقدر خانم ها در این پروسه سهیم شدن آیا حضورشان پر رنگ است کم رنگ است به نظر شما این حضور خوب است یا بعد صحبت های خود داشتیم میره بسم الله الرحمن الرحیم بحث انتخابات یک بحث بسیار مهم هست هلو. که بخش از مشارکت سیاسی شهروندان هست در توسعه حیات سیاسی شهروندان یک مملکت از اهمیت ویژه برخوردار است در کنار مسئله مشارکت سیاسی شهروندان در کل بحث مشارکت سیاسی زنان از اهمیت ویژه باز برخوردار است دخل. چون در توسعه حیات سیاسی یک کشور خوب است که برابری در قدرت وجود داشته باشه اشتراک مساویانه در تصمیم گیری وجود داشته باشه زمانی مقاله ممکن است که ما شاهد حضور برابر و مساویانه زنان و مردان در پروسه های مهمی تصمیم گیری در افغانستان باشیم بله در انتخابات پیشرو خوشبختانه زنان کم سابقه سابق علاقه و اشتیاقی که داشتن ادامه دادن تعداد زیاد زنان خود کاندید کردن و تعداد زیاد زنان هم به عنوان رای دهنده ده اینا با. کارت ثبت نام گرفتن برای چای کمیسیون خوب بشر افغانستان نشان میده که خانم ها همچنان در تلاش هستند که در این پروسه مهم سیاسی باید سهم بگیرند اما نگرانی هایی که در زمینه وجود داره بحث امنیت هست شما که متاسفانه مسئولیت جانی زنان مخصوصا که در خانه با مخاطر است در اجتماع در پروسه انتخابات هم متاسفانه مشکل زو هست و زنان افغانستان نگرانی های بسیار جدی داره از این که ما در جریان کمپاین اینا با مشکلات ناامنی مواجه شوند و زمانی که میخوان به پای صندوق های رای برن خدا نکده کدام تهدید متوجه زنان شوند و از همه مهمتر ای که به احتمال قوی بر یک تعداد زنان شاید اجازه دادنشه که اینا به پای صندوق های رای برن تجارب بسیار غنی ما از چندین سال قبل داریم از سالهای قبل از چندین دوره انتخاباتی که در گذشته برگزار شد دو دوره انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و متاسفانه تعداد از زنان افغانستان خودشان برشان حق داده نمی که بر اینا با پای صندوق های فرهنگی مشکل دیگه هستند شما می بینیم که افغانستان یک جامعه سنتی هست و محدودیت های سنتی فرهنگی هنوز هم یک چالش برای زنان افغانستان هستند. مردم به با این باور هستند که زن یک موجود است که فقط در خانه باشه متاسفانه و شما متوجه هستین و, ش... و تاریخ هم خواندین که در قرن 19 تا زنان حکرای حق رأی و افکار عمومی و جهانی بر این بود که اگر زنان در پروسه سیاسی سهم داشته باشند احتمالا روابط زنا با زندگی خانوادگی محدود شده میرم مردم ما هم امروزه به با باور هستند که اگر زنان افغانستان اینا کاندید شوند یا وکیل شوند در پروسه های مهم تصمیم گیری سهم پیدا بکنند میگن توجهشون به خانواده و, و زندگی و شوهر اولاد کم شده میره. مسئولیت خانه بر میگه فقط به خانم های بیچاره یعنی مرفو القلم مثلا و هیچ گونه وظیفه نداره در ما با می فکر هستن بله و فکر سفره. میکنن که میزان باشه و خانه. خانه زن برای کارهای خانه خانه مختص به ما... خانم است اما کار خانه مختص به خانم است مالکیتش که بازم از خانم نیست متاسفانه تقسیمات کلیشه ای کار در افغانستان در کشورهایی که همین مفکوره ها حاکم است همیشه پا بر جا بده کارخانه و مختص زن هست کاری بیرون مختص هست. مرد هست و می خاطر زن که بخواد به پارلمان رو پیدا بکنه به تصمیم گیری های بسیار سیاسی رو پیدا بکنه او به یک دوران بسیار پرماجره را در خانه همچنان پشت سر بگذارانه برش اجازه داده نمیشه و می خاطر ما از تجارب گذشته آموختیم که حتی بعض خانم های بوده که بجای خودش نه تنها شوارش بلکه پسر که زیر 18 سال بوده هم رفته رای داده. بنانی مشکلات هستن که زنان افغانستان امروزه با او مواجه است. بله. از طرف بزشت... دیگه... م... مسئله استقلالیت اقتصادی هست زنان افغانستان پول کافی برای دور کمپاینشان ندارن متاسفانه و این روزا شما بینیم که علاوه مشکل اقتصادی که زنان نمیتونه که مثل مردا همی دور بگذرانه و برای قابت بپردازه اینا مشکل دیگه هم دارن که رسانه ها هم کمک ویژه ندارن و اگر نه رسانه ها یک رسالت انسانی دارن که باید دور کمپاین از را به صورت ویژه به پیش ببره تا که نبیتونه در رقابت برابر با مردها قرار بگیره بله. اما مطمئن هستم که کارم حمایت از جانب ها هم صورت نه بله نهار. در قسمت کمک مالی و بعضی از های فنی و تکنیکی دیگر وزارت امور زنان خانمها را ما در هفته قبلی سخنگوی وزارت با خود داشتیم و گفتم ما می‌تونیم که خانم‌ها را ما کنیم و اونها را همکاری کنیم در قسمت کاندید شدن و یا همه مسائل پارلمان و ای که چگونه آگاهی داشته باشن چگونه وارد پارلمان شن چگونه کمپاین انتخاباتی خود را بیاندازند شما راجع به این موضوع چقدر خوشبین هستید؟ آیا کارهایی که وعده هایی که شده به این خانم ها صورت میگیره یا ای که فقط یک صحبت است و در قالب صحبت باقی میماند؟ ما باید داریم از دوره های گذشته که یک تعداد مسافت خیریه هم تلاش داشتند که یک پکیج یا تشویقی برای یک تعداد خانمایی که در پارلمان خود کاندید کدن بیتن. ولی امروز هم متاسفانه یونیمی حمایت ها کم شده بسیار کم شده نسبت به سابق و وزارت زنان افغانستان هم که وعده داده ما امیدوار هستیم این وعده جامعه عمل بپوشن و این حمایت زنا باید سراسری باشه یعنی چند تا ولایت محدود نباشه به خاطر اینکه زنا هنوز هم سطح آگاهیشان نسبت به بمی... تنظیم برنامه ها بر کمپاینشان بسیار پایین است یک تعداد زنا شما متوجه هستند حتی در خود شهر کابل طرق کمپاینشان بسیار مشکل داره و اینا یعنی هنوز هم بلدیت نداره چقدر فکر میکنید مؤثر باشه اقدام زرتومر زنان اقدام وزارت امور زنا موثر هست اگر این سراسری باشه اگر بتونه که تمام زنای خود کاندید که دینا از طریق ریاست های امور در تمام ولایت افغانستان تحت پوشش بگیره اما ما خیلی صد فیصد باورمند نیستم که اینا بتونه تمام کاندیدا را حمایت بکنن البته کاندیدایی که در نقاط دوردست افغانستان هستند باز هم یعنی ما شما شاهد هستیم باز زمان شماری شورا میبینیم که اینا چقدر رای آوردن و خدا کنه که این دوره ها مثل دوره های سابق ما قربانی از میان زنان نداشته باشیم حتی در دوره های سابق هم تعداد زنان قربانی شدن ترور شدن اینا یعنی امنیتشان به خطر انداخته شد و ما امیدوار هستیم که پروسه موفقانه و به خیر و سلامت بگذره باز دیده میشه اولی در کل زنان افغانستان با مشکلات و چالش های بسیار جدی مواجه هست به احتمال قوی شما میبینین که در دور کمپاین و مبارزات انتخاباتی نگرانی های وجود داره که از مثلا امکانات دولتی سو استفاده صورت نگیره و کسایی که در رقابت تنگاتنگ قرار داره و حتی در بعض ولایت شما میبینید که موضوع متاسفانه افرادگرایی هم رشد کرده باید. و زنان از این ناحیه بسیار پذیر است و تعداد هم نمیخواین که زن کاندید شو و زن بانوان وکیل رای بیاره و به خاطر محدودیت های فراوی زنان افغانستان زیاد پس در کل مشکلات زیادی خانم های کاندید کردن متحمل باید شوند تا کی و کرسی و با کرسی وکالت پارلمان بنشینن بدون خداوند برشان صبر و استقامت دلیل رو بده و همچنین خداوند برشان توانایی بده که بتونن وظیفه خدا آنگونی که از شاید و باید انجام بدن تا که مردم بالای خانم ها باورمند شدن و در آینده هم بتونن بالایشان اعتبار کرد و برشان رای بدن که متاسفانه در برخی حالات می‌بینیم این گونه نیست باید ما به با کسی رای بدیم که واقعا شایسته از چی آقا چی خانم است از هر گروه از هر نژادی از باید ما با کسی بتیم که برنامه داره و برای کشور و وطن ما میتونه که مفید تمام شود منتظر نظریات شما همچنان در برنامه هستیم میتونید نظریات خود با ما شریک بسازیم و بر بگردیم بازم با خانم سلطانیه در رابطه به که من نظر شما تعداد خانم هایی که در این پروسه انتخابات کاندید کردن از نگاه تعداد کافی است ای که باید خانم های دیگری هم وارد این پروسه میشدن و خود کاندید میکردن آیا شما قناعت دارین خوب است از نگاه امو جندر در این رایت شده یا خیر؟ دو بحث است یکی بحث کسایی که خود کاندید کردن برای رو یافتن به کرسی پارلمان و یکی کسانی که بانوان رای دهنده هند... خود کردن در قسمت رای دهنده ده ها متاسفانه مشکلات نامنی در افغانستان وجود داره شما شاید هستین که انتخابات غزنی به طویق افتاد ما یک ولایت اینج قربانی دادیم و ماده 104 قانون انتخابات خوب یک بانوان یک پای گنجشکک برای دولت فرصت داده که اینا در ساحاتی که نامنی تهدید میکنه و امکان برگزاری نیست میتونه و تبیق بندازن طبق. اما چند پیش اگر متوجه شده باشین ولای، والی ولایت فاریاب هم اعلام کرد که از مجموع 200 هزار نفر واجد شرایط در ولایت فاریاب فقط سی و سی تانسته که ثبت نام بکنم و یک زایی بسیار کلان است یعنی عملا بیش پن از 65 فیصد مردم ولایت فاریاب از حق رای دهی محروم شدن و مطمئن باشن که یک بخش وسیع از اینا را زنان تشکیل می بنابراین از میون کسایی که بانوان رای گیرنده خود کاندید کردن این بار به با اساس نظر سنجی های مستقل انتخابات افغانستان 406 تا خانم در سراسر افغانستان هست و این تعداد کمتر از دوره های قبلی است دو بحث وجود داره. شاید زنان افغانستان به می آگاهی رسیده باشه که یک تعداد توانایی خود سنجیده به خود کاندید کرده باشه و یک احتمال دیگه هم وجود داره که یک تعداد خانوما به خاطر مسئله نامنی به خاطر مسئله افرادگرایی به خاطر زی که اینا پرسه کمپاین خودن پول کمپاین خود نداشتن و این پروسه را مطمئن بودن که نمیتونن موفقانه سپری کنه خود کاندید کنن نکرده باشه و یا یک تعداد مثل افراد ما و شما دل سرد هستن اینا بله. یعنی فکر میکنن که ما در پوزیشنی که فعلا هستیم موثرتر هستیم تا یک داخل پارلمان افغانستان بریم به خاطر یک تو زمان که خود کاندید میکنی مستقیم تو از مردم رای میگیری پس خیلی باید پاسدار رای مردم باشی به عنوان امانت وقت برید در شرایط کنونی در داخل پارلمان افغانستان برای مردم کار بهتر نتانی این کار تنهایی نیست که تو برید تلویزیون گپ بزنی یا در دو تا برنامه بری مثلا یا دو تا شرکت کنی یا مثلا در قسمت تصیب قانون یا کارت سرخ سبز بالا کنی کارهای بسیار دیگه ای ما میتونیم کارهای انکشافی مثلا نظارت بر فعالیت‌های های انکشافی دولت بکنیم بر خدمات عامه که دولت افغانستان بر مردم افغانستان فراهم میکنه باید نظارت جدی داشته باشیم یعنی در کل نظارت بر عملکرد دولت از کار پارلمان افغانستان که در این راستا وکلای قبلی افغانستان یعنی چندان موفقیت های نداشتند، و این نداشتن موافقت ما و شما از میزان رضایت مردم کسب میکنیم بعد از میاریم میبینیم که مردم میزان رضایتش پایین هست و امروزه خیلی ها ناامید هستن و می خاطر گروه ها و افراد مثل ما و شما ناامید هستن فکر کردن که در پست کاری که فعلا میکنیم یه تر است یک داخل پارلمان بره و اینی مشکلات فراری زنان افغانستان وجود داره بل. گفتم به دلیل یا که به خودآگاهی رسیدن میخوان که کمتر مثلا حاضر شون تا اینکه رای مردم متفرق نشه و یا اینکه فکر کردن که در دا داخل پارلمان شاید کاری نتانند که نرازی شد کلام پایینی از شما بسیار کوتاه میشنیم پس از آن وقت داشتیم و بخش بعدی برنامه میره بانی خانم سلطانی خوب, خوب است که امی پرسته موفقانه سپری شد از آرزو داریم شهرمندان افغانستان با انتخابات بسیار با انتخاب آگاهانه با طرف یک انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف پایبند. <applause> تشکر از حضور در برنامه بینندگان نهایت عزیز در حال حاضر یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم پس وقفه بازم برنامه ادامه داره.